یکی دیگر از مشخصه های یک هدف خوب اینه که دست یافتنی باشه. اگه یه هدف بیش از حد افراطی باشه، مردم اون امتحان نمی کنن و در واقع نمیرن سمتش که بخوان اون هدف رو بهش برسن. یا حتی اگر هدف خیلی هم کوچیک باشه، اونها باز هم دنبالش نمیرن، در واقع اون رو خیلی آسون میگیرن. وقتی شما وقتی یک صحبتی دارید میکنید در مورد اینکه هدفتون و هدفتون خیلی آسون باشه، مردم میان که این که خیلی ساده است، مثلا 1% افزایش من تو خواب هم میتونم انجام بدم. خب نمیان تمرکز کنن روش و اتفاقی که میفته باعث ضربه زدن میشه. پس شما باید یک هدف رو متعادل کنید. این خیلی آسون نیست. در واقع مردم باید احساس کنن که میتونن موفق شن، در واقع دانش مهارت رو داشته باشن و قادر باشن مهارت‌های خودشون رو برای رسیدن به این هدف به کار بگیرن. همچنین نیاز دارن به ایجاد یک منابع پشتیبانی و رسیدن به حداکثر ساپورت. من فرض کنم با یه تیمی داشتم کار میکردم که در مورد کاهش مشتری انجام وظیفه میکرد. خدمات ما به طور عمومی داشت برای مشتری ها انجام میشه. ما میخواستیم کاری کنیم مشتری ها کنسلی کمتری داشته باشن، یعنی بیاییم 20% از کنسلی های مشتری هامون رو کمتر کنیم. خودم شنیدم که خیلی از اونها میگفتن که این غیر ممکنه، ما که با مشتری هامون رابطه نداریم، از کجا میتونیم کاری کنیم که اونها 20% کمتر کنسل کنن سفارششون رو؟ نگاه کنید، این قابل دستیابی نیست. نمیتونید اون هدف برسید، چون شما بازنده میشید زمانی که هدفتون رو اینقدر بزرگ میبینید. شما بهتره که از تیمتون بیایید بپرسید که به نظر شما این هدف قابل دست یافتنیه؟ بپرسید آیا این چیزیه که شما در موردش اهمیت میدید یا میتونید بهش برسید، یا مهارتشو دارید، یا میتونید حمایت بشید، یا منابع کافیشو دارید؟ در حال حاضر این تیم زمانی میتونه به این هدف برسه، یا اینکه خیلی کار کنند و حمایت شدیدی ازش بشه و بتونن تمام تلاششون رو بکنن که به اون هدف برسن. ولی در خیلی از مواقع این اتفاق نمیفته. پس مهمترین چیز، هدفتون قابل دست یافتنی.